در خط خبرها. خیز دوباره کرونا در ایران و افزایش شمار قربانیان. ماسک زدن در اماکن سرپوشیده از هفته آینده اجباری شد. تلاش دولت ایران برای مقابله با گرانی سرسام‌آور اجاره مسکن، سقف افزایش قیمت در شهرها از 15% تا 25% تعیین شد. اعتراض به معرفی یک متحد سیاسی اشرف غنی برای ریاست بانک مرکزی افغانستان. منتقدان میگویند انتصاب اجمل احمدی به استقلال این بانک لطمه میزند. با اعتراض گروه رولینگ ستونز به ترامپ از ترانه های ما در تبلیغات انتخاباتی استفاده نکن. سلام، عصر یک شمعتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری 28 ژوئن برابر با 8 تیر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران نگرانی از ادامه افزایش ابتلا به کرونا بالا گرفته. وضعیت 6 استان قرمز اعلام شده. دولت به استان‌ها اختیار داده که محدودیت‌های رفت آمد را بر اساس شرایط محلی به دولت پیشنهاد کنند. در هرمزگان مقام‌ها از کسانی که آشنایی با امور پزشکی دارند خواستند برای کمک به بیمارستان‌ها رجوع بکنند. دولت هم اعلام کرده که از هفته آینده پوشیدن ماسک در اماکن سربسته و شلوغ اجباری است. گزارش ببینیم از کسرا ناجی. شرایط در ایران دوباره بحرانی است. دو ماه بعد از آنکه دولت با کاهش تعداد مبتلایان روزانه اجازه داد گروه‌های بزرگی از مردم به سر کار و کسب برگردند، حالا دوباره تعداد مبتلایان روزانه در بعضی از نقاط کشور به اوج رسیده. نزدیک به اوج 3 ماه پیش، وقتی که ایران یکی از بزرگترین مراکز شیوع کرونا در جهان بود. این نمودار تعداد مبتلایان روزانه در ایران از سازمان بهداشت جهانی بر اساس ارقام داده شده توسط ایران، تعداد نزدیک به 2500 نفر طی 24 ساعت گذشته. اینجا روشن است که موج دوم 2 ماه پیش شروع شد، هنگام باز شدن مراکز کسب و کار و پاساژ ها. ایران از معدود کشورهایی است که موج دوم شیوع به صورتی شدید در آن دیده می شود. تعداد فوتی ها بعد از آنکه مدتی در سطحی ثابت قرار داشت دوباره رو به افزایش گذاشته. طی 24 ساعت گذشته 144 نفر. مقام های کشور می گویند امروز 6 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، هرمزگان که در آن از کسانی که با خدمات پزشکی آشنایی دارند دعوت شده به کمک بیمارستان ها بیایند، و خراسان رضوی و به خصوص مشهد که گزارش شده بیمارستان ها شلوغ و پر ازدحام است و این وضعیت از 10 روز پیش به این طرف شروع شده است. امروز دولت اعلام کرد که استان ها در شرایط بحرانی می توانند برای خودشان ممنوعیت رفت آمد و کسب و کار برقرار کنند. طبق مصوبه امروز هر شهرستانی که قرمز هست، ستاد استانیش میتونه پیشنهاد بده برای محدودیت برای مدت 1 هفته به وزیر کشور، به وزیر بهداشت درمان و با اطلاع رئیس جمهور و تایید رئیس جمهور برای 1 هفته اجرا میشه. اگرم لازم بود تمدید میشه باز 2 مرتبه. دولت همچنین اعلام کرده است که از هفته آینده پوشیدن ماسک در مکانهای سرپوشیده یا پر ازدحام الزامی است. از 15 تیر ماه ما ماسک رو الزامی بکنیم، تا آخر تیر ماه اگر اون وقت دیدیم لازمه تمدید کنیم 2 مرتبه برای ماه مرداد. تمام محل تجمعی که وزارت بهداشت میگه اون محل، اون به خاطر اجتماع و تجمع اون محل از نظر من قرمزه. گزارش ها از ایران حاکی است که خیلی ها خطر کرونا را دیگر جدی نمی گیرند و همین یکی از عوامل اوج گرفتن دور دوم شیوع است، چیزی که باعث شده تلویزیون ایران حالا بالاخره پخش آگهی های آموزشی را شروع کند برای کم کردن از شدت و سرعت شیوع کرونا. کسرا نجی، بی بی سی.
دکتر محمود رضا پورکریم، محقق ارشد ویروس شناسی دانشگاه لوون بلژیک و عضو کمیته آمادگی پاندمی با ما هستند. آقای پورکریم، آمار ابتلا در ایران داره بالا میره و گزارش ها از بیمارستان هم حاکیه که وضع اونها هم چندان خوب نیست. راهکارها چی هست؟ سلام عرض خدمت شما و بینندگان خوب شما. ببینید، اون چیزی رو که ما ماهای پیش به تدریج در ایران می‌دیدیم، الان هم در اروپا و سایر کشورها داریم می‌بینیم که تعداد ابتلاها داره افزایش پیدا می‌کنه و به تب 10 تا 15 روز بعد تعداد مرگ و میر هم افزایش پیدا می‌کنه. چیزی که امروز تصویب شد به عنوان اجباری شدن زدن ماسک باعث خوشحالی است. چرا؟ اینکه ما پنج شنبه نتونستیم در کابینه دولت بلژیک فشار بیاریم و این رو هم اینجا اجباری کنیم، موفق نشدیم. مردم دارن اینجا کمپین امضا میکنن تا بتونن به اون اجباری شدن برسن. البته در ایران هم فقط این اجباری شدن فعلا 2 هفته است، قراره که بعدش رسیدگی بکنن. حتماً بعدش هم خواهد شد، به دلیل اینکه یک نرم اجتماعی خواهد شد پوشیدن ماسک در همه کشورها. زدن ماسک، من این رو عرض کنم که جلوگیری نمی‌کنه برای اینکه من مبتلا نشم. این یعنی دادن حق حیات به بقیه جامعه، یعنی اینکه من احترام بگذارم به حیات و زندگی دیگرون. تعداد افراد بدون علامت امروز در همه جوامع افزایش پیدا کرده، بین 20 تا 37 درصد بدون علامتن. اینها بین کمترین حالت 8 روز و بیشترین حالت 26 روز به طور متوسط حدوداً 19 روز میتوانند ویروس را از خودشون دفع کنند، در حالی که افراد با علامت به طور متوسط 14 روز میتونن این رو دفع بکنند. لذا این افراد خطرناکترین ها هستند برای اجتماع. پوشیدن ماسک و گذاشتن فاصله های اجتماعی رعایت این از اصلی ترین وظایف افرادی هستش که در یک اجتماع زندگی میکنن. شما اشاره کردین که به بلژیک اشاره کردین، فقط میخواستم بگم که مثلا در کشورهای اروپایی خب بالاخره یک دوران قرنطینه تعیین شد و بعد یه سری مشاغل مثل آرایشگاه ها، مثل دندانپزشکی ها، اینا خیلی به صورت مرحله به مرحله بازگشایی شدن، ولی این اتفاق رو در ایران شاهدش نبودیم. آیا فکر میکنه که این مسئله باعث شده که شیوع در ایران بالاتر باشه؟ ببینید، چیزی که در ایران شیوعش بیشتر شده اینه که ما مثل اروپایی ها از هم فاصله نداریم. ما یه مردمی هستیم که خیلی با همدیگه نزدیک زندگی میکنیم. فاصله های اجتماعی در ایران بسیار نزدیک است، در حالی که در اروپایی ها اینطور نیستش. ما هر روز صبح اگه دقت کرده باشی در محل کار خیلی نزدیک با هم صحبت میکنیم. در اروپا به این حد مردم فاصله هاشون نزدیک نیست. ما یه جمعیت جوان و دنسی رو داریم. کالچر و فرهنگ مردم در این قضیه بسیار دخیل هستش. این یک ویروس تنفسی است و نزدیک هم ایستادن خیلی راحت میتونه این رو باعث انتقال بشه. فرم بدون علامتش که ما الان داریم در تابستان داریم این رو تجربه میکنیم، یکی از مواردی هستش که باعث شده شیوع در کشورها بیشتر بشه. نهایتاً عرض کنم خدمت شما که مردم ما بایستی رعایت بیشتری بکنن. اون چیزی که امروز ابتلا رو در کشور ما بالا برده تنها و تنها عدم رعایت هستش و این هم باز به خود دست مردم و کنترل و اینکه چقدر این اجباری شدن ماسک قدرت اجرایی داشته باشه و پشتش قدرت اجرایی باشه تا بتونه کنترل بکنه به این بستگی خواهد داشت. متشکرم از توضیحاتتون دکتر محمود رضا پورکریم از بلژیک. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 10 میلیون نفر گذشت. تعداد جانباختگان هم به حدود 500,000 نفر رسیده. اوایل شیوع کرونا بیش از یک ماه طول کشیده بود تا آمار جهانی مبتلایان به 10,000 نفر برسد، ولی ماه گذشته 4 میلیون مورد جدید ثبت شد. سازمان بهداشت جهانی میگوید روند شیوع کرونا در قاره آمریکا به ویژه در کشورهای مکزیک، برزیل و شیلی به شدت در حال رشد است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در شبانه روز گذشته بیش از 350 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در این کشور شناسایی شده. به گفته این وزارتخانه در همین مدت 34 بیمار هم جان باختند و به این ترتیب تعداد کل جان باختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به 737 نفر رسیده. بر اساس آمار رسمی تا به حال حدود 31,000 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند.
دولت ایران برای افزایش اجاره بها سقف گذاشت. از فردا حداکثر افزایش اجاره نسبت به پارسال در تهران 25%، در شهرهای بزرگ 20% و در شهرهای کوچک 15% خواهد بود. به گفته بانک مرکزی در خرداد ماه امسال متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به یک سال پیش 42% و متوسط اجاره بها بیش از 30% افزایش داشته. دلایل افزایش اجاره بهای مسکن در ایران را از همکارم بهرنگ تاجدین پرسیدم. ببین، همونطور که معاون وزیر راه و شهرسازی هم امروز گفته، این بالا رفتن قیمت‌ها فقط به خاطر اتفاقات بازار مسکن نیست، بلکه یک مقداری تأثیر گرفته از اتفاقاتی که در بازارهای دیگه می‌بینیم. در بازار ارز می‌بینیم که قیمت دلار رفته بالا، در بازار بورس می‌بینیم که شاخص بورس رفته بالا، قیمت طلا هست و چیزهای دیگه. اینها همشون نشون میده که یک مقدار زیادی سرمایه سرگردان وجود داره و بخشی از این سرمایه ها هم به هر حال به صورت سنتی همیشه اومده توی بازار مسکن. ببین، این که قیمت مسکن خرداد امسال 42% بالاتر از خرداد پارسال بوده، این تازه بخشی از داستانه. اگه با خرداد 3 سال پیش، با خرداد 96 مقایسه کنیم، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران بیشتر از 4 برابر شده و قیمت یا اجاره بها به نوعی متأثر هم از قیمت خود مسکن، هرچند که معمولاً رشدش کنتر از رشد خود قیمت مسکن بوده، و هم متأثر از بقیه تورم بقیه کالاها و خدمات مصرفی و میزان افزایش درآمد متوسط مردم، که ما میدونیم که مثلا در سال 98 به گفته بانک مرکزی نرخ تورم ایران بالای 40% بود. الان ممکنه تو این چند ماه یه خورده پایین اومده باشه، ولی احتمالاً هنوز بالای 30%. تو چنین شرایطی شاید طبیعی باشه که قیمت اجاره بها هم اینقدر بالا بره. در نهایت صاحب خونه عددی رو به عنوان اجاره بها میخواد که بالاخره بتونه با اون مستأجر پیدا کنه. فقط نکته مسکن اینه که مسکن مثل فرض کنید که مثلا آب نبات نیستش که شما اگه قیمتش بره بالا نخرید. مسکن کالای ضروریه و اصطلاحاً کشش قیمت داره، یعنی چه صابخونه 75% درآمد ماهانه شما رو بخواد، چه 25%ش رو بخواد، شما در نهایت مجبورید اون پول رو بدید. کسانی که نمیتونن بدن مجبور میشن راه‌های متفاوتی پیدا کنن که این پدیده بدمسکنی و پشت بوم خوابی که این هفته و ماه‌های اخیر داریم مخصوصا توی تهران میشنویم، ناشی از همون مسئله است که قیمت‌ها انقدر بالا رفته که بعضیا توان در واقع اجاره کردن مسکن توی اون حالت عادیشو ندارن. توضیحات همکارم بهرنگ تاجرین رو شنیدید. در افغانستان تعدادی از نهادهای مدنی به معرفی سرپرست جدید بانک مرکزی این کشور اعتراض کردند. اجمل احمدی پیش از این وزیر صنعت و تجارت بوده. نهادهای معترض به معرفی آقای احمدی میگویند که او از متحدان سیاسی نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهوری است و این به استقلال بانک مرکزی لطمه خواهد زد. بانک مرکزی هنوز به این اعتراض‌ها پاسخی نداده. ناصر تیمولی، پژوهشگر در سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، از شهر هرات با ما هستند. آقای تیمولی، دلیل اعتراض‌ها به انتخاب آقای اجمل احمدی مشخصاً چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز. رئیس بانک مرکزی مانند یک وزارت نیست که یک فرد سیاسی مسئولیتش بگیره. معیارهای برای رئیس بانک مرکزی در قانون آمده، از جمله شهرت نیک، غیر سیاسی بودنش، ای که عضو کابینه نباشه، عضو ولسی جرگه یا شورای ملی که همان پارلمان افغانستان است نباشه، و در این حال تجربه و تبحر در زمینه مالی داشته باشه. ما مطمئن نیستیم و هیچ شواهد دولت ارائه نکرده که آیا این معیارها را در مورد آقای احمدی نخست مورد بررسی قرار دادن و بعداً او را تعیین کردن یا خیر. در موارد قبلی هم بوده که رئیس جمهور رئیس بانک مرکزی رو تعیین کرده، که خب اونها هم بهشون اعتراض هایی شده بود. چقدر فکر میکنه این مورد متفاوت هست؟ آقای احمدی یک تفاوت دیگه‌ای هست که یکی از دستیارهای نزدیک رئیس جمهور بودن و بعداً من حیث سرپرست وزارت تجارت افغانستان تعیین شدن. آقای احمدی از سوی شورای ملی افغانستان که همان پارلمان هست رد صلاحیت شدن، بنابراین که
تمکین و پاسخگویی نداشتن و در این حال آقای احمدی در چند ماهی که در وزارت تجارت بودن متهم به نقض حریم خصوصی افراد هستند. بنابراین با این توصیف آقای احمدی شرایط شهرت نیک که بانک مرکزی الزامی میدانه ای را برآورده نمی سازد. مشکرم از توضیحات شما. ناصر تیموری پژوهشگر در سازمان دیدبان شفافیت افغانستان شهر هرات با ما هستند با توضیح این مسئله که خب ما هیچکدوم از این موارد رو نمیتونیم تایید یا رد بکنیم اتهاماتی که علیه آقای اجمل مطرح شد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی افزایش نگرانی از ادامه افزایش ابتلا به کرونا در ایران، زدن ماسک در اماکن سربسته از هفته آینده اجباری می‌شود. دولت ایران سقف افزایش اجاره بها در شهرها را از 15 تا 25 درصد اعلام کرد. در ادامه این برنامه. اعتراض گروه رولینگ ستونز به استفاده از آهنگهایش در تبلیغات انتخاباتی ترامپ. بعد از 4 ماه وقفه لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با 5 مسابقه ادامه پیدا می کند. در مهمترین بازی ها پرسپولیس صدرنشین لیگ مهمان پیکان است. تراکتور هم که تیم سوم جدول است در تبریز با نساجی بازی می کند. بقیه مسابقه های این هفته فردا برگزار می شود. چند روز پیش یک بازی عقب افتاده و بازی عقب افتاده بین تیم های فولاد خوزستان و استقلال برگزار شد. همکارم پوریا جعفری اینجا در استودیو با ماست. پوریا، اینکه بالاخره مسابقات از سر گرفته شدند ولی کماکان باعث نشده اعتراض ها به برگزاری مسابقه کم بشه. درسته، بحث خیلی ظریفیه. یعنی از یه طرف اگر که بگیم که مسابقه ها رو نباید برگزار بکنند، خب کاملا قابل درکه برای هواداره فوتبال تو ایران، به خصوص تو این دوران کرونا. حالا نه فقط اینکه فوتبال نبوده، سرگرمی‌های دیگه هم نبوده، خیلی هم منتظرن که شروع بشه بازی‌ها. ولی از طرف دیگه تو خود خبرهای خودمون همونطور که دیدید، خیلی از همین شهرهایی که مسابقه‌های تیم‌های لیگ برتری هستن توش و الان قراره که مسابقه‌ها در اونها برگزار بشه، شهرهایی هستن که وضعیت قرمز دارن و فقط مسئله مسابقه برگزار کردن نیستش. یعنی این مسئله مسافرت کردن، پروازهای هواپیما، هتل گرفتن، تمام این جهات مسائلی هستش که میتونه به شیوع مجدد بیماری کرونا کمک بکنه، چیزی که نمیخوان اتفاق بیفته. از یه طرف دیگه هم میشه گفتش که بازیکنها هم توی شرایط خیلی خوبی نیستن. فوتبال ایران هم یه مقدار از نظر حجم و شدت به نسبت فوتبال اروپا فرق میکنه. یعنی که ما تو همین انگلیس هم میبینیم یا توی ایتالیا، تو آلمان، خیلی از بازیکنها به خاطر این چند ماهی که تو خونه بودن نتونستن تمرینات خودشون رو انجام بدن، آماده نیستن، میان مصدوم میشن، خیلی ضربه شدیدی بهشون میخوره. از طرف دیگه احتمالاً وقتی که بخش آب و هوای خودمون آخر خبر ببینیم، الان 2 مسابقه هست، توی آبادان بازی میکنن، توی بوشهر بازی میکنن، شهری که همه بالای 40 درجه هستند و حتی اون موقع ساعت 9 شب هم از گرما چیزی کم نمیشه. بنابراین رو کیفیت بازی ها میتونه تاثیر بذاره. خلاصه نکات منفی برگزاری خیلی بیشترن تا نکات مثبتش. از نظر اقتصادی چه توجیهی داره این کار؟ میتونه به نفع باشگاه باشه؟ این عامل اصلی بود که توی آلمان، توی ایتالیا، توی انگلیس به خاطر اون درآمدی که این باشگاه‌ها از طریق فوتبال و به خصوص پخش تلویزیونی داشتن، اومدن مسابقه‌ها رو ادامه دادن، به خاطر اینکه نمی‌خواستن اون بدهی عظیمی که به شبکه‌های تلویزیونی بود رو پرداخت بکنن و اون پولایی که گرفته بودن رو پس بدن. اما تو ایران یک مشکل اساسی اینه که صدا و سیما حق پخش رو به رسمیت نمی‌شناسه، با وجود تمام داستانایی که پیش اومده این پول نداده و بلیت فروشی و اینها هم که خیلی صرف مسئله دیگه میشد. یعنی که ما داریم نگاه میکنیم که هیچ پولی در نمیارن و کلی دردسر هم هست برای برگزاری مسابقه. واقعا بعد از چند هفته معلوم میشه که آیا این تصمیم عاقلانه و حرفه‌ای بوده یا نه. متشکرم از توضیحات، امیدواریم که حرفه‌ای بوده باشه. همکارم پوریا جعفری توضیح میداد. کاخ سفید تکذیب کرده که رئیس جمهوری آمریکا از برنامه روسیه برای تشویق طالبان به کشتن نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان اطلاع داشته. روزنامه نیویورک تایمز دیروز به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت روسیه پارسال به شبه نظامیان طالبان مخفیانه پول داده بود تا سربازهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان را بکشند. بنابر این گزارش، دونالد ترامپ در جریان این موضوع قرار گرفته ولی برای برخورد با آن اقدامی نکرده. روسیه و طالبان اتهامی را که گزارش نیویورک تایمز مطرح کرده رد کردند.
مؤسسه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در تازه‌ترین حمله هوایی در سوریه دست کم 6 نفر از نیروهای همپیمان با ایران کشته شدند. گفته شده که این حمله علیه شبه نظامیان مستقر در منطقه بوکمال در استان شرقی دیروزور اتفاق افتاد و کار اسرائیل بوده، اما اسرائیل آن را تایید یا تکذیب نکرده. این حمله ساعتی بعد از آن صورت گرفت که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی درباره سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه به این منطقه منتشر کرد. همیشه در اوایل تابستان بسیاری از شهرهای جهان شاهد برگزاری رژه افتخار دگرباشان هستند. امسال اما این رویداد که هم فرصتی است برای دفاع از حقوق دگرباشان و هم بهانه‌ای برای یک جشن بزرگ خیابانی مانند بسیاری دیگری از فعالیت‌های دنیا سر از دنیای اینترنت در آورده. علی همدانی گزارش می‌دهد. خیابان‌ها خالی از این جشن خیابانی برای حمایت از حقوق دگرباشان. تجمعاتی که کرونا امسال آنها را لغو کرده و نکرده. به لطف دنیای اینترنت و فضایی که مجازی است اما واقعی. Welcome to Global Pride. I'm Todrick Hall. Global Pride. رژه دگرباشان هم امسال روانه کوچه پس کوچه ها و خیابون های اینترنت شد و شبکه های اجتماعی. ماسک و شستن دست ها در کنار پرچم های رنگی میکرد. برگزار کنندگان رژه های افتخار یا پراید در سراسر جهان به کووید 19 نباختند. آن را به فرصتی تبدیل کردند برای گرد همایی های مجازی همزمان از همه جهان، حتی در کشورهای مسلمان نشین مانند لبنان. وقتی که کرونا برگزاری تجمعات بزرگ را متوقف کرد، ما برگزار کنندگان رژه افتخار دگرباشان در سراسر جهان تصمیم گرفتیم که ترتیب یک گردهمایی مجازی رو بدیم که در اون بر تنوع انسان‌ها تاکید بشه. ما می‌خواستیم به دنیا نشون بدیم که با وجود این پاندمی همچنان در کنار هم می‌ایستیم و صدامون رو به گوش همه می‌رسونیم. ما با سازمان‌های برگزار کننده پراید در سراسر جهان تماس گرفتیم و در کشورهایی که چنین سازمان‌هایی وجود ندارند با کنشگرها تماس گرفتیم و دعوتشون کردیم. نتیجه این شد که بیش از 1500 ویدیو دریافت کردیم از 110 کشور جهان، از 7 قاره و به 33 زبان مختلف. این ویدیوها رو جمعه و شنبه در روزهای معمول برگزاری رژه پراید در سراسر جهان در قالب یک برنامه تصویری 24 ساعته از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب پخش کردیم و هزاران نفر اون رو تماشا کردند. برگزاری این همایش آنلاین این امکان رو فراهم کرد تا از کشورهایی که دگرباشان زندگی مخفیانه دارن هم سخنران و شرکت کننده داشته باشیم. ویدیوهای زیادی از ایران دریافت کردیم، از دگرباشان افغان، از مصر که اخیراً یکی از فعالانشون رو از دست داد، از سودان، پاکستان، عراق و کردستان عراق. بسیار خوب بود که افرادی که زندگی مخفیانه دارند و امکان حضور آشکار در جامعه را ندارند، از این طریق همزمان با سایر همحسان و دوستانشون در سراسر جهان در این رژه افتخار شرکت کنند. داوود هستم از قم، 22 سالمه، از مشهد. من در شهر سنندج زندگی میکنم و یک دانشجو. 28 ساله، دو جنسگرا، از یه شهر دوست داشتنی. کنان سمتورس هستم، از تهران. این صداهای از ایران. Hello from San Diego, California. This is Nemat Sadat, author of The Carpet Weaver. و این نعمت سادات، نویسنده و فعال افغان که از روزهای آشکارسازیش گفت. از فرصت این گردهمایی مجازی استفاده کرد برای بیان دشواری‌های زندگی دگرباشان در افغانستان، تهدیدها و تبعیض‌ها. و این صدایی از لبنان، کشوری که رابطه با همجنس هنوز در آن جرم است، اما فعالانش امسال از اصلی ترین برگزار کنندگان پراید اینترنتی بودند. ما 4 سال پیش در لبنان گرده هم اومدیم و در سال 2017 تونستیم برای اولین بار رژه افتخار رو در بیروت برگزار کنیم. در لبنان هم مثل 71 کشور دیگه جهان گرایش به همجنس جرمه. اما سالها تبعیض و جرمگرایی ما رو ناامید نکرد. ما با برگزاری یک رژه کوچیک خودمون رو به بقیه جامعه نشون دادیم. به اونها گفتیم که نفرتشون بسیار مضره. به اونها گفتیم که ما هم هستیم. پس از اون ما با احزاب مختلف سیاسی و حتی مذهبیون شیعه تماس گرفتیم و کوشش کردیم تا حمایتشون رو جلب کنیم تا بقیه جامعه رو قانع کنن که دگرباشان هم مثل بقیه حق حیات دارن. Happy Pride everybody. Happy Global Pride.
در این گردهمایی آنلاین که ده ها هزار تماشاچی از سراسر جهان داشت، هنرمندان نامی هم حضور داشتند. هنرمندانی که آثارشان را به وسیله‌ای تبدیل کردند برای بازتاب تبعیض‌ها علیه جامعه رنگین کمانی و امیدهای آنها در سراسر جهان. به این نکته که به جرم عشق تو گر می‌زنند بردارم، گمان مبر که ز عشق تو دست بردارم. علی حمیدی، BBC. گروه راک انگلیسی رولینگ ستونز به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند که اگر به استفاده از آهنگهای آنها در کارزار انتخاباتیش ادامه بدهد، از او شکایت میکنند. این گروه در بیانیه گفتند که با سازمان حقوق نوازندگان در بریتانیا موسوم به BMI برای توقف استفاده از موسیقیشون توسط دونالد ترامپ همکاری میکنند. گیل مکملن گزارش میدهد. زندگی در شهر ارواح، جدیدترین تک‌آهنگ گروه رولینگ استونز. انتشار این آهنگ به خاطر ارتباطش با فاصله اجتماعی جلو افتاد. اما این تنها آهنگ این گروه نیست که در این روزهای نامطمئن شنیده می شود. همیشه نمی توانی آنچه را که می خواهی به دست آوری. ترانه مورد علاقه ترامپ در کارزار انتخاباتیش. اولین بار که این ترانه در کارزار انتخاباتی او در سال 2016 شنیده شد، رولینگ استونز توییت کرد که این گروه دونالد ترامپ را تایید نمی کند. هفته گذشته بعد از اینکه این آهنگ در اوکلاهاما دوباره استفاده شد، رولینگ استونز اقدامی دیگر کرد تا از استفاده مجدد این آهنگ جلوگیری کند. آنها به همراه سازمان حقوق نوازندگان ترامپ را تهدید به اقدام قانونی کردند. ستاد انتخاباتی ترامپ از آهنگ‌های ادل، کوئین و REM هم استفاده کردند، علی‌رغم نارضایتی آنها. هفته گذشته خانواده تامپتی بعد از استفاده ستاد ترامپ از یکی از آهنگهایش برای او اخطار رسمی فرستادند و گفتند تامپتی هرگز نمیخواست که ترانهش در کارزار نفرت استفاده شود. ترانه همیشه نمیتوانی آنچه را که میخواهی به دست آوری سال 1969 منتشر شد. اگر رولینگ استونز و BMI موفق شوند، شاید ترانه دیگر آنها به نام خوشنود نمی‌شوم وصف حال بهتری برای دونالد ترامپ باشد. گیل مکلرن، BBC نیوز. پایان گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری می‌کنم که در طول روز همیشه برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرها می‌تونید سری بزنید به سایت ما. آدرس ما www.bbcpersian.com. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید.